سمیر، شما اینجا یهویی؟ بقیه خانواده کجا؟ من تنها اومدم. چرا تنها؟ اومدم اونی رو که از دست دادم دوباره به دستش بیارم. چی داری میگی؟ من منظورتو نمیفهمم. بهادر، گیتی باید مال من باشه. یه لحظه بیا ببینم. چی میگی؟ مگه نمیدونی اون با ظفر نامزد شده؟ اما به خاطر اشتباه من اینطوری شده. من همه چی رو درست میکنم. به عمو میگم که این اشتباه من بود. من قانعش میکنم که به خاطر اشتباه من این اتفاقات افتاده. نمیتونن همچین ظلم بزرگی بهش بکنن. هیچکی مثل من نمیتونه مراقبش باشه. عجب. سمیر پسرم، تو؟ سلام عمو جان. علیک السلام. کی از کراچی اومدی؟ همین امروز اومدم، یه کاری داشتم. آها، که اینطور. بهادر، با آقای وکیل تماس نگرفتی؟ داشتم تماس میگرفتم. پسرم تو چرا اینجا وایسادی؟ بیا داخل، بیا. خب پسرم، خانواده خوب بودن؟ خدا رو شکر. اینجا کجا میمونی؟ خونه خودمون میمونم. اما این تماس رو باید جواب بدم. حتما پسرم، راحت باش. الو، تو اینجا چی کار داری؟ به خاطر تو اومدم مشکل رو حل کنم. مشکل من رو چطوری میخوای حل کنی؟ من میخوام به عمو اقبال در مورد عشقم همه ی واقعیت رو بگم. تو دیوونه که نشدی؟ واسه خودت چی داری میگی؟ پس خودت بگو چی کار کنم. من خودم هم نمیدونم که چی کار باید بکنم. راستش گیتی، من یه راه حل دارم. چه راه حل؟ فرار میکنی. یعنی تو میخوای بر این که عشق تو به دست بیاری من خودمو به کشتن بدم؟ آره؟ پس همون بهتر من با ظفر ازدواج کنم. تو چی فکر میکنی پیش خودت؟ مگه من میخوام کسی پشت سرت حرف بزنه؟ مگه تو اینطور نمیخوای؟ پس از اینجا برو. باشه، من دیگه میرم. حالا بعدم باهات صحبت میکنم. آبجی، به نظر من نفیسه درست میگه. چرا با عجله عقد کنن؟ ظفر میگه امتحانش شروع میشه، این جمعه عقد میکنن، جشن عروسی هم بعدم میگیریم. همینجا خونه خودمونه، ما که نمیخوام جشن بزرگ بگیریم. آبجی، اگه عقدم کنن باید فریحه رو دعوت کنیم و همینطور خانواده شوهرش و چند تا از فامیلا رو هم باید دعوت کنیم. و عقد گیتیه، پس جهان‌آرا حتما باید حضور داشته باشه. بدون اون چطور میتونیم دخترشو عقد کنیم؟ الان جهان‌آرا از کجا پیدا شد؟ توی روزای خوشحالیمون من نمیخوام حتی سایه اون این طرف باشه. اونو ولش کن، تو بگو اقبال نظر تو چیه؟ باشه آبجی، هرچی خودتون صلاح میدونی. तुम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल।